سلام تو این قسمت قراره که یک قسمت خیلی جذاب و پرکاربرد رو با هم دیگه چک کنیم چیه استفاده از حلقه ها میدونیم که توی کدا نرم افزار در اپلیکیشن ها هر چیزی یه سر چیزا خیلی تکرار میشه هی انجام میشه خب تموم نمیشه بسته نمیشه در از نرم افزار باید بدونیم که بعضی چیزها دائما دارن تکرار میشن خب حالا البته خیلی برنامه ها مثل وبسایت ها و اپلیکیشن ها یه مقدار معماریشون فرق داره منطقه ما میخوایم از بیسیک ترین چیزا شروع بکنیم اینه که چطوری میتونیم یک خط کد رو هی تکرار کنیم یعنی انجام بشه دوباره انجام بشه و سه باره چهار همینجوری با همین جوری تا بینهایت شاید یا تا یه جای خاصی که ما مشخص میکنیم این تکراره صورت بگیره بنابراین میریم توی اسلایدامون و اینو بررسی میکنیم خب توی این قسمت میخوایم با لوپس آشنا بشیم که همون حلقه هاست و با استفاده از کلمه کلیدی وایل که با وایل چجوری میشه کار کرد سینتکس رو بررسی میکنیم و در اصل کدش رو با هم دیگه یک سمپل کدی رو و یک کد پیشرفته تری رو با هم دیگه چک میکنه خب چطوری میشه وایلو نوشت؟ چطوری میشه وایلو نوشت؟ اینه که من اینا رو ببندم میتونیم بفهمیم اه... میریم توی این قسمت پس گفتیم از اول سینتکس رو بررسی میکنیم خب سینتکس چیه؟ اینه که خیلی ساده مثل دفعه های قبل خیلی شبیه هم دیگه اینا خب و... یه چیزی داریم کلمه کلیدی وایل خب کاندیشن الان بهتون میگم که کامل چیه و کد هیر یه سری کدی که ما هم بنویسیم همین تموم شد این وایله یعنی ساده تر از این هم نیستش یه کلمه رو می‌نویسیم وایل جلوش بررسی می‌کنیم گفتیم می‌خوایم یه چیزایی رو تکرار بکنیم تا یه زمان خاصی تا یه حالت خاصی نمیدونیم حالا بعد تحت شرایط مختلف بررسی بشه می‌خوایم تحت شرایط مختلف یک سری کد هی تکرار بشه یعنی چی اینجا ببینید یعنی اینکه برنامه ما اول میاد میرسه به اینجا وایل خب بعد میاد نگاه میکنیم یعنی شرط برقرار است مثلا مثلا ببینید شرطی که ما گفتیم خروجی ترو هست یا نه معنی برقرار بودن میدونیم دیگه یعنی که خروجی این ترو است یا نه تو قسمت قبلی بررسی کردیم که چه خروجی خروجیش تروه مثلا یه عدد از یه عدد بزرگتره یا نیست یا هست اینا میتونه داینامیک باشه خب مثلا ما الان امروز مثلا شنبه است یا نیست خب این برنامه هی روز شنبه تکرار میشه بشه یک شنبه تکرار نمیشه خب بعضی موقع بعضی کاندیشن ها تغییر میکنه خب اگر کاندیشن برقرار است خب بیا این کد رو اجرا کن این کد ممکنه یه خط کد باشه ممکنه صد خط کد باشه هر مقداری که بود اجراش تموم شد میرسه به اینجا اینجا که رسید دوباره میره بالا از اول شروع میکنه این اول این جاییه که ما داریم بررسی میکنیم موقعی که برنامهمون به یه جایی میرسه دوباره میره کدای قبلی رو اجرا میکنه خب وایل در از کارش اینه موقعی که تموم شد میاد از اول میاد از اول ببینه که آیا هنوز شرط برقرار است اگر است هی تکرار میکنه اینو تا یه جایی باید برسه که ما بگیم آقا شرطمون دیگه برقرار نیست دیگه دست در نکنه بیخیال شد خب موقعی که بیخیال میشه شرط برقرار نیست اینجا میاد بیرون میاد اینجا هر چیزی بود اینجا این کوده اینجا رو بر انجام میده خب به همین سادگیه نگاه کنید نگاه کنید من میام این کد رو پاک میکنم یه چیز ساده می نویسم مثلا بیا عدد رو از صد تا صفر بشمار و به من نشون بده به صفر رسیدی بیخیال شو بیا بیرون به همین سادگی پس میام میگم که یه دونه اینتیجری هست خب مثلا میذارم اسمش 100 100 عددش هم 100 خب می نمیسم وایل تا زمانی که تا زمانی که 100 در اصل بزرگتر از صفره خب بیا بیا توی کنسول اینو بنویس کنسول دات رایت لاین 100 اینجا ناکنید من یه برنامه نوشتم یه برنامه نوشتم که تا بینهایت کار میکنه چرا؟ چون میاد نوام کنه هندرد بزرگتر صفره میگه بله بعد مینویسش و دوباره میاد از اول بزرگتر صفره بله مینویسش بله مینویسش همینجوری دیگه اصلا تموم نمیشه خب ناکنید این اجرا کنم ببینید همینجوری داره میره اصلا برنامه هیچ وقتم تموم نمیشه یه لوپ بی نهایت همینجوری صد و چاپ میکنه خب دیگه میبندم پس من باید شرط همو این شرط که گذاشتم هاندرد بزرگتر از صفره یه کاری بکنم هاندرد یه موقعی برسه یه کوچکتر از صفره وگرنه تا ابد داره میره خب پس میام میگم آقا هر وقت توی این شرط یه سری کد رو اجرا کنی بیا هر دفعه 100 رو خب یه دونه کم کن یا تونه کم کردن رو گفتیم میشه اینجوری نوشت 100 100 من های یک گفتیم میشه اینجوری نوشت یا میشه اینجوری نوشت 100 من در از ماینس ماینس این بالایی رو این بالایی معادل پایینی است من اینو کامنت میکنم که شما ببینید که در اصل معنی جفتش یکیه یک خب پس میگم هر دفعه تا که بررسی میکنی یه دونه ازش کم کن بعد بعد چاپش کن پس انتظارمون چیه تو خروجی اینه که از صد بره شروع بکنه برسه به صفر و تموم بکنه ببینیم چی میشه ببینیم چی میشه خروجی که میگیریم احتمالا صد تا عدد صفر ناکنین از صد شروع کرد بالا و تموم کرد روی صفر به اپ هست finished working تموم پس من تونستم یه حلقه یا ایجاد کنم که این همه خروجی برای من چاپ کرد و یه کار خواست کرد حالا شما ممکنه که شرایطی که اینجا می نویسین شرایط مختلفی باشه مثلا مثلا نگاه کنین اگه یادتون باشه لاجیکال اندر اگه یادتون باشه من میتونم دو تا چیز رو با هم دیگه بررسی کنم بگم اگر 100 بزرگتر از صفر اند میخوایم امسال و عددش رو بگیریم میگیم date dot now dot year این این کد به ما در اصل چی رو میده این رو میده که امسال و عددش رو به ما میده خب میتونیم بگیم که آقا اگر امسال مساوی هستش با 2021 خب این داره چی نشون میده میگه که آقا هاندرد رو کم کن تنها اگر که 2021 هم هستیم یعنی این دوتا حالت رو با هم بررسی کن چرا من اینو نوشتم که بهتون بگم آقا کاندیشن ما یه دونه نیست میتونه چند تا شرط مختلف رو کنار هم اند کنید، اور کنید ولی خروجیش میشه خروجیش میشه چی؟ یه بولین که یا کلا خروجیش هست یا نیست خب پس من میتونم اینو تو این مقدار تو اینجا بریزم و ادامه بدم موقع که ران بکنم چون امسال هم 2021 این برنامه ران میشه ولی اگه بگم 2022 این برنامه کلا ران که میشه ولی این وایل واردش نمیشه چرا چون شرط ما اینه که هم 100 بزرگتر صفر خوب هست ولی اند سالمون هم 2022 که نیست پس اصلا کلا واردش نمیشه در اصل ببینید که نشد خب. حالا حالا میشه یه مثال ساده یه مثال در از پیچیده هم با همدیگه بررسی میکنیم خب این یه مثال ساده بود الان یه مثال در از واقعی تر با همدیگه بررسی میکنیم یه بازی الان درست میکنیم با همدیگه بازی چیه؟ اینه که کامپیوتر یه عدد جنریت کنه ما حدس بزنیم همین بازی من هم ساده کی. برای این کار اول من پاک میکنم خب اول یه دونه عدد از کامپیوتر میگیرم رندوم خب میگم که رندوم نمبر خب بعد حالا میام یه دونه مقدارم ازش میگیرم اینو ناکنه که من مینویسم خب مقداری که میخوام بگیرم میگم از صرف تا صد دوباره بهتون بگم اینو فعلا در نظر بگیرین این سمت راستیه رو هنوز یاد نگرفتین اینو فقط کپی پیست کنید خروجی چیه؟ یه عدد رندوم از صفر تا صد ما فعلا این استفاده میکنیم تا بعدا یاد بگیریم مثلا این نیو رو نمیدونیم چیه مثلا خب فعلا فکر کنید این خروجی این یه عدد رندومه که میریزه توی یه اینتیجر رندوم نامبر خب حالا حالا من میخوام بیام از کاربر بپرسم که عدد تو حدس بزن خب پس من یه عدد رو گرفتم میگم کنسول right line uh, guess the number ha oh, guess the number. خب حالا کار میاد یه عدد وارد میکنه دوباره میزندم که مثلا my guess my guess من چیه باید باید از در, از کنسول یه مقداری رو بگیرم میگم int پارس باز دوباره نکته خب اینجا چه نوشتم اگر که نمیدونین int.parse یعنی چی اینو در نظر بگیرین که این داره در اصل از کاربر احتمالا هم میفهمین از کاربر یه عددی رو میگیره چون استرینگ تبدیلش میکنه به اینتیجر میریزه به این اینتیجر ما کامل اینا جلوتر برسیم پس اینجا چی داریم عدد اینتیجر که رندوم نامبره عدد کامپیوتره که مایگسه حالا با کدی که یاد گرفتیم بقیه‌اشو می‌نویسیم خب میگیم که میگیم که دو تا عدد داریم یا این عدد درسته یا غلطه اگه غلطه بهش بگیم که کمتره یا بیشتره خب خیلی راحت پس میگم که اگر قل... عدد من عددی که من حد زدم با عددی که کامپیوتر حد زده یکیه که من الان برنده شدم و در اصل تموم شده خب میگم کنسول دات رایت لاین چه چیزی رو بنویس یور گس ایز correct خب اگر نه اگر نه عددی که هستش ما گس کمتر از رندوم نامبره خب میگم که عددی که در از هستش باید بیشتر بگی خب چجوری میگم که گس uh, something مور خب تا عددی که گفتم کوچیکه اگه هیچ کنون من این حالت نبود پس باید عدد کمتری رو بگی، یعنی برعکسشه خب guess something less ما الان تو این برنامه تو این چیز که میمیسه یه بازی درست کنم خیلی ساده و خیلی راحت خب اینو من الان اجرا کنم اینو الان اجرا کنم چی میشه میگه که guess the number میگم باش مثلا 20 میگه guess something more و برنامه تموم میشه خب پس برای من برنامه کامل کنم میگم الان من الان من میام دوباره مایگس و اینجا کپی میکنم خب اگه درست حد زدم تو این قسمت که هیچ اگه درست حد نزدم دوباره کپی پیست کردم دوباره باید از کاربر یه عدد بگیرم خب پس میام اینا رو این پایین میزنم که دوباره ازش عدد بگیرم حالا موقع که این تموم میشه دیگه یک بار اجرا میشه از اول نمیاد که من عددم و حد زدم دوباره حالا بررسی کنه درست غلط چیه هی باید بررسی کنه تا من به اون عدده برسم خب پس اینو میذاریمش کلش رو کات میکنیم خب میگیم که میگیم که ما یه بولیانی داریم خب میگیم گیم گیم ایز گوینگ خب یعنی که این برنامه داره ادامه پیدا میکنه تا زمانی که وایل همون نها کنید چجوری میمسن تا زمانی که گیم is going خب من اینجا سم اشتباه نوشتم اس و کوچیک می نوشتم اینجا هم کوچیک تا زمانی که گیم is going این کدای که نوشتم اینجا کات میکنم همینجوری ادامه بدم خب حالا حالا این تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه قبول دارین چون تروه همیشه آه. یه جایی گفتم که باید برسه ما اینو بگیم آقا بی خیال شو کجا میگیم بی خیال شو زمانی که کاربر برنده شد خب میایم اینجا میایم اینجا میگیم که آقا گیم از گوینگ تموم شد دیگه برنامه بازی تموم شد آه. اصلا مثلا برنده شدی دیگه چون برنده شدی پس باید بیرون خب پس اینجا این خط رو اضافه میکنم اضافه میکنم میگم game is going is false اگه رسیدی به وایل وایل رو بی خیال شو و بیا بیرون بقیه رو اجرا کن خب چون این عدد البته صد یکم زیاده میذارم 20 که زیاد طول نکشه و من برنامه رو اجرا میکنم میگه که میگه که guest the number خب میدونم که خب البته از 0 تا 20 میگم 5 میگه get something more بیشتر حدس بزن میگم ده تو دو مرحله خیلی جالب بود که تو دو مرحله حدسش زدم و برنده شدم بنابراین بنابراین ما الان یه بازی خیلی ساده ای رو درست کردیم با استفاده از if, else, while و این چیزایی که تا الان یاد گرفتیم پس ببینید که خیلی راحت میشه برنامه درست کرد شما چیکار بکنید؟ شما چیکار بکنید؟ من این درس بازی رو که درست کردم باید تکمیلش کنید برید یه قسمتی رو اضافه بکنید که به من بگه که تو چند بار تونستم حدس بزنم مثلا من خیلی الان خوششانس بودم تو دو بار حدس زدم عدد رو شما برید یه چیزی رو اضافه کنید که به من بگه که آقا امتیاز من در نهایت چند میشه بعد در اصل بشمارین این حلقه که هی تکرار میشه بعد بشمار ببینید چند بار میشه اینو برای برای تمرین انجام بدین همینم خودتون از اول بنویسید. بعضی موقع نگاه کنین که چه چیزایی بوده و بازیتون رو درست تکمیل بکنین تا موقعی که این کار انجام دادیم بعدش بیاین قسمت بعدی رو ادامه بدین